بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی و بالخصوص مردم شمال، سلام علیکم. و تک تک ملت مردم سرزمین مرزخیل زیتنان میتیم تا یک قلعه خون ماست دفاع میکنه و نیروهای دولتی و نیروهای خیزش مجاهدین هم در تمام نقاط شمالی داخل سنگر و دفاع از سنگر و وطن خود میکنه. بر کل مردم لبنان میتونیم که تمام معصومین حکومت و بالخصوص مجاهدینایی که از طریق خیزش مردمی مجاهدین آماده است، کلش آماده به سنگر و دفاع شما و تا یک قدر خون هم در جان ماست از این سرزمین از این مردم دفاع میکنم. و سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، سلام ادب دارم خدمت همه مردم فلاحور شمالی بزرگ. خدا کنه که همه تان دارای صحت و سلامتی باشد. مردم عزیز، ما در سرنگرهای داغ جبهه مقاومت ساحه بوربندا قرار داریم و امروز امرای کوالیس و جنابه جان احمد خان و جمع خود و خاطر اطمینان خاطر شما اطمینان میتیم که فرزندهای شما با مورال خیلی عالی در جبهات مقاومت دارن، استادگی دارن، در مقابل ما دشمن این مورال ندارن. و بعض حوادثی که در ولایات مختلفی که شما میشنوید، نگران نباشین. تا یک لحظه، تا یک قطره خونی که در وجود ما داریم، انشاءالله از سرزمین شمالی بزرگ دفاع میکنیم و تا ساعتی که بزرگای ما در پهلوی ما باشه هیچ نوع تشویش ما نداریم. الحمدلله مردم ما با بسیار افتخار در سنگرها قرار دارد. کمیل اعظم مرسای قربان نامن آمده قماندان برای گلالات جنرال جمیل خان دیگه باید هم اگر شنان میتیم که در این قسمت نگران نباشید. بسیار تشکر از همه ایتان. سلام خدمت همه هموطنان عزیز ما. هموطنان عزیز ما مطمئن باشند که مفرزایی که در سد پروان ایجاد شده واقعا تحت رهبری جنرال جان احمد خان که در ساعت پروان مستقر هستند، در همه ساعتی که ایجاب میکنند و همچنان جنرال صاحب جمیل خان، حاجی صاحب برالای خان، جنرال صاحب بسیر خان، جیرانی صاحب، همه مجسفیدا، جوانا، اقشار جامعه، کل جانبازانه آماده هستند که خون بتن به خاطر نجات مردم خود. این مردم مردم مقاوم است. اتحاد کاملا اتحاد همبستگی در بین همه صفوف مستحکم شده و روز به روز مستحکمتر شده میره. هیچ موضوعات سلیقوی یا سایر موضوعات منفی بازی کاملا در بین وجود نداره. هم مگی دسته دیست که با تمام نیروهای بسیج مردمی در کنار اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی، از ارازیشان، از نوای میس ملیشان قاطعانه دفاع میکنن و ملت پروان بخصوص ملت شمال، شما در جدان هستی که سرداران جهاد اگر قماندان صاحب امان‌الله خان بزر است، اگر آمیر صاحب انور خان است، تمام کودامانه عزیز ما، کاپوسایی ها، وطندارای پنجشیر ما در مجموع کل در یک خط، جناب آقای صاحب الماس، همه بزرگا در یک صف قرار دارن به خاطر دفاع از عزت مردم، در دفاع از وطن میهنشان جانبازانه در صفوف استاد هستن، در خطوط مقدم جبه مواظبت میکنن. مطمئن هستم که همبستگی مردم صلح‌شور پروان که همیشه به تاریخ ثابت ساختیم، یک بار دیگر هم در این امتحان آزمایش مطلع خداوندی با بسیار متانت و با بسیار توانمندی و جرأت سنگرها از عزت مردم خود، از شرف مردم خود، از عیسیت مردم خود دفاع میکنن. سلامتی برای کل مردم افغانستان و خصوص به پروانی عزیز میخوام. سلام علیکم. سلام با ما بینندگان عزیز ولایت پروان، مردم شریف نجیب ولایت پروان. ان شاء الله یک نانیه با ما مردم پروان بدم که نیروی امنیتی در مجموع کمرشان بسته است، آماده هر نوع فداکاری در برابر دشمن است و امروز که صحبت بکنم در مقر ولایت هستم، والی صاحب ولایت هم اینجا است، کماندان صاحب امنیت، رئیس صاحب امنیت، همه رهبری مالی پروان، رئیس صاحب شورا. انشاءالله نیروهای امنیتی در مجموع اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی و خیزشی های مردمی که در کنار ما هستند، استاده هستند، انشاءالله همه اجتماع اوزی ها هستند. در پروان هیچ نوع سکتگی نامده است، همه پروانی ها آماده دفاع از پروان هستند. به همه مردمی که مهاجر شده از پروان آماده است از سمت شمال، انشاءالله این مشکل نیست، نگرانی نیست،
پروان فضای امن است، هم می باشه. به خدمت نام بدم پروان جای نیست که طالب اجاره بگیره. بخیر سلامت.